سرخط خبرها. انتقاد تند مجلس نمایندگان از بیکفایتی حکومت در تأمین امنیت شهروندان. اعضای مجلس میگویند حکومت بعد از هر حادثه تنها به تسلیت گفتن اکتفا کرده است. هیچ کسی نامد که به دادی مردم برسه به جز از این که میم تسلیت میگیم و یک چند عکس فیسبوکی میگیریم. تأکید زخمیان رویداد حمله بر کورس کوثر دانش و بازگشت دوبارهشان به صنفهای درسی. زخمیان رویداد میگویند برای فراگیری علم و دانش از هر گونه مانع میگذریم. ما میخواستیم اینجا آینده خود تغییر بدیم. زمان منطقه ما زندگی مینیم خیلی مردمش در ابتدای زندگی مینیم. اعتراض شماری از کارمندان تصدی ملی محافظت عامه از برکنار شدنشان از این اداره. و آتش بس بشر دوستانه میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه ناگورنو قره‌باغ به اجرا درآمد. به نام خدا و با عرض سلام بیننده های عزیز و خبرهای این ساعت از نگاه خوش آمدید. امروز دوشنبه 5 عقرب سال 1399 هجری خورشیدی که برابر است با 26 اکتبر سال 2020 میلادی. مشروع خبرها. اعضای مجلس نمایندگان حکومت را به بیکفایتی در تأمین امنیت شهروندان متهم کرده. میگویند حکومت بعد از هر حادثه تنها به ابراز همدردی و تسلیت گفتن اکتفا کرده است. آنان از حکومت میخواهند تا با اتخاذ تدابیر امنیتی لازم و جدی از قتل و کشتار مردم جلوگیری کند. آنان همچنان با اشاره به حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل، حمله بر مراکز آموزشی و کشتن اطفال را نمونه بارز جنایت علیه بشریت خوانده، از نهادهای حقوق بشری خواستند که برای به کیفر رساندن عاملان چنین حملات تمام تلاششان را انجام دهند. مجلس نمایندگان از افزایش تلفات غیر نظامیان در کشور سخت انتقاد کرده و از حکومت میخواهد که از کشتار مردم بی‌گناه جلوگیری کند. شماره از اعضای این مجلس حکومت را در تامین امنیت مردم به بی‌کفایتی متهم کرده. میگویند حکومت بعد از هر حادثه تنها به ابراز همدردی و تسلیت گفتن اکتفا کرده و کار عملی برای تامین امنیت شهروندان انجام نمیدهد. آنان از حکومت میخواهند که برای تأمین امنیت مردم، مکاتب، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مساجد به گونه مسئولانه و جدی اقدام کند. اعضای مجلس نمایندگان همچنان ضمن محکوم کردن حمله مرگبار انتحاری بر مرکز آموزشی کوثر دانش در دشت برچی تأکید کردند که حکومت برای جلوگیری از تکرار این گونه فجایع اقدام پیشگیرانه روی دست گیرد. همگی خاموشی اختیار کرده در کورس کوثر جوانان نوجوانان ما به خاک خون افتیدن. هیچ کسی نامد که دادی مردم برسه به جز از این که میم تسلیت میگیم و یک چند عکس فیسبوکی میگیریم. از تمام نیروهای امنیتی و مسئولین ضرب جدا تقاضا داریم در قسمت تامین امنیت شهرها و بخصوصا مراکز آموزشی توجه جدی به خرج دهند تا اطفال و جوانان این کشور، این سرزمین در آرامش کامل روحی و روانی به درس خویش بپردازند. نمایندگان مردم در مجلس همچنان از جامعه جهانی و دولت افغانستان خواستند که برای مجازات و سرکوب کردن عاملان این حملات به صورت جدی و قاطع اقدام کنند.
آنان حمله بر مراکز آموزشی و اطفال را نمونه بارز جنایت علیه بشریت خوانده و از نهادهای حقوق بشری ملی و بین المللی خواستند که در مورد حملات اینچنینی ساکت نباشند. آنچه که در کورس کوثر دانش اتفاق افتاد، همونطوری که دوستا و همکارا اشاره کردن، مصداق روشن جنایت علیه بشریت است. ولسی جرگه افغانستان یک مکتوب رسمی را عنوانی شورای امنیت ملل متحد و نهادهای بین المللی حقوق بشری و حقوق انسانی بنویسه و برای اونها قضیه را انعکاس بده و از دنیا بخواه که برای جلوگیری از قتل عام مردم افغانستان، برای مقابله با تروریستان و آدمکشان، مردم افغانستان را کمک بکنه و اجازه نده که قتل و نسل کشی در این مملکت ادامه پیدا بکنه. شهید شدن بالاتر از 30 نفر شاگردان کورس کوثر با الفاظ شدید محکوم و کمیسیون امنیت داخلی را وظیفه می سپاریم که وزیر صاحب داخله با شخصاً با می ارتباط خواسته شوه و این مسئله جدی پیگیری شوه. در همین حال کمیسیون حقوق بشر نیز از حکومت خواسته است که چگونگی حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل را به صورت همه جانبه بررسی و ضمن بازداشت و محاکمه عاملان آن عدالت را برای قربانیان حمله تأمین کند. این کمیسیون روز گذشته در اعلامیه همچنان از حکومت خواست است که امنیت مردم و تأسیسات عامه و مراکز آموزشی را هرچه بهتر تأمین کند. درست قبل یک حمله کننده این تاریخ خودش را در نزدیک مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل منفجر کرد که در نتیجه آن 30 تن جان باخته و 57 نفر دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. زخمی های حمله انتحاری بالای مرکز آموزشی کوثر دانش میگویند که وضعیت بد امنیتی مانع پیشرفت آنان شدن نمیتوانند. آنان تاکید دارند که برای فراگیری علم و دانش از هر گونه موانع میگذرند و برای آبادی کشور دوباره به پا میستند. در حمله انتحاری بالای مرکز آموزشی کوثر دانش در منطقه دشت برچی بیش از 46 دانش آموز زخم برداشتند و 24 تن دیگر جان باختند. بیشترین زخمی ها و قربانیان حمله انتحاری بالای مرکز آموزشی کوثر دانش در شفاخانه محمد علی جناح انتقال یافتند. اکنون در بخش مراقبت های جدی این شفاخانه تنها دو دانش آموز زخمی باقی مانده و وضعیت صحی آنان نیز خوب گزارش شده است. بر بنیاد گفته های سرپرست این شفاخانه، از میان 41 زخمی کمتر از 10 نفر برای تداوی باقی مانده و سایر زخمی ها یا بهبود یافتند و یا هم به شفاخانه های دیگر منتقل شدند. همچنان قابل یادآوری است که در این مدت یک دانش آموز زخمی در این شفاخانه جان باخته است. با کمال تاسف که یک نفر نجات داده نتونستیم، فردا صبح ساعت 6 بجه از اثر توقف سیستم قلبی تنفسی با کمال تاسف که نجات داده نتونستیم، با وجودی که کمک های اولیه صورت گرفت. آنچه که در این میان حیرت آور است اراده قوی دانش آموزان زخمی هست. نورعلی که از چندین ناحیه بدنش زخم برداشته است میگوید که حملات انتحاری و یا وضعیت بد امنیتی مانع پیشرفت آنان شدن نمیتواند. او که از ولایت دایکندی برای آمادگی آزمون کنکور به کابل آمده است میگوید که پس از بهبودیش دوباره درسایش را ادامه میدهد و هیچگاه توقف نخواهد کرد. ما میخواستیم اینجا آینده خود تغییر بدیم در منطقه که ما زندگی میکنیم. خیلی مردمش در ابتدای زندگی منا چیزی وجود نداره که پیش رفت کده باشه. باز ما میخواستم آینده رو تغییر بدیم، آینده خود تا برای ملت خود خدمت کنیم. یکی از وضعیت اقتصادیش هم خوب نیست، خودش میره در صوف در معدن دغل در صوف کار میکنه و تا یک پول در بیاره بیا درس خود ادامه بده. ولی متاسفانه دیگه افغانستان امروز شرایط خوبی نداره. واقعا خودم که در زخمیار دیدم، شهیدار دیدم، مادرایی که فرزندایشان از دست داده بود و سر صورتش میکوبید، خواهرایی که ناله میکرد و برادرشان از دست داده بود، خیلی وضعیت خطرناک بود. از لحاظ روانشناسیش که بررسی بکنیم یک آینده خیلی بد را به جا خواهد ماند.
هرچند این حمله انتحاری با واکنش های تندی در سطح ملی و بین المللی روبرو شد، اما زخمی های این رویداد آنچنان مورد توجه سازمان های خیریه صحی قرار نگرفت. اکثر زخمی های این رویداد از ولایت های دوردست هستند. اکنون مجبور هستند که از درس و مشقشان فاصله گرفته و برای هزینه تداویشان به کارهای شاقه مشغول شوند. جان باختن 5 غیر نظامی در انفجار ماین کنار جاده‌ای در میدان وردک. مسئولان محلی در ولایت میدان وردک میگویند که در نتیجه انفجار 2 حلقه ماین کنار جاده‌ای در میدان شهر مرکز ولسوالی چک این ولایت 5 غیر نظامی جان باختند. محب الله شریف زای سخنگوی والی میدان وردک میگوید که این رویداد نخست شام روز یکشنبه در مسیر شاهرای نمبر 2 میدان شهر ولسوالی جلریز مرکز این ولایت رخ داده است. این رویداد ناشی از برخورد یک موتر مسافربری نو سراچه با یک حلقه ماین کنار جاده‌ای بوده است که در نتیجه آن تمامی 4 سرنشین این موتر جان باختند. همچنان سخنگوی والی میدان وردک میگوید که صبح امروز در انفجار یک حلقه ماین کنار جاده‌ای دیگر در ولسوالی چک این ولایت یک غیر نظامی جان باخته است. این در حالی است که روز سه‌شنبه و نیز یک موتر مسافربری در این مسیر با ماین کنار جاده‌ای برخورد نموده بود. عدم هماهنگی درست میان نهادهای امنیتی و بی‌کفایتی برخی از مسئولان سبب شده است تا تلفات نیروهای امنیتی و دفاعی با گذشت هر روز در میدانهای نبرد بیشتر شود. شماره از آگاهان امور میگویند که از اثر عدم توجه حکومت مرکزی و عدم هماهنگی میان ارگانهای امنیتی در برخی از ولایات، حضور مخالفان مسلح حکومت در حال گسترش است و از این رو تلفات نظامیان هم گسترش یافته است. در همین حال شماره از نمایندگان مردم در مجلس با اظهار نگرانی از ادامه این وضعیت تاکید دارند که گروه طالبان اراده قاطع برای تامین صلح در کشور ندارند. هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان بحث روی برقراری صلح در کشور ادامه دارد و اما اینجا در افغانستان تداوم جنگ و خشونت نگرانی های زیادی را میان مردم افغانستان با وجود آورده است. در طی چند روز اخیر حملات گروه طالبان در بخش هایی از کشور چون هلمند، غور، فاریاب و تخار تلفات زیادی را از نیروهای امنیتی و مردم ملکی گرفت. تلفاتی که ادامه آن بیشتر از هر زمان دیگر مردم افغانستان را به گفتگوهای صلح ناامید کرده است. با باور آگاهان، عدم هماهنگی میان ارگانهای امنیتی و بی‌برنامگی برخی از مسئولان امنیتی سبب تلفات بیشتر نظامیان در میدانهای نبرد شده است. قوتهای دفاعی و امنیتی افغانستان در شرایط کنونی از کمبوتات بیشتر خود در ضعف مدیریتی احساس می کنند. ما نیاز داریم که هر سرباز ما و هر جزتام ما تا در قدمهای تکتیکی و قدمهای اپراتیفی او را حمایت بکنه و تحت پوشش قرار بدن. متاسفانه رهبری وزارت دفاع و استردرسیز به گونه ای که لازم هست نمیتونه قوتهای تکتیکی ما را در قدمهای جزتامهای طولهی پیاده در خطوط مقدم جبهه او را مواظبت بکنه. نبود مواظبت باعث ازی میشه که سربازهای ما مورال خود ببازه و بالاخره موضوع را به دشمن بده. با این حال شماری از اعضای مجلس نمایندگان هم به این باورند که طالبان اراده قاطع از برای تامین صلح در کشور را ندارند و از این رو با بهانه های مختلف از مردم افغانستان قربانی می گیرند. امیر محمد خاکسار یک تن از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان می گوید که تداوم جنگ و ناامنی مردم را به سطوح آورده است و باید طرف های درگیر جنگ هرچه زودتر دست از خشونت بردارند. ضعف مدیریتی، نبود هماهنگی در نهادهای محلی باعث ازی شده که سربازا و نیروهای امنیتی در نقاط مختلف افغانستان به شهادت برسند. امیدوار هستیم حکومت افغانستان یک میکانیزم خوب و درست را ترتیب تنظیم نمایند تا بیشتر از این ما شاهد شهید شدن سربازا و نیروهای امنیتی و مردم افغانستان نباشیم. اخیراً همزمان با آغاز مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان در دوحه، طالبان به شدت حملات خود را بر نیروهای افغان افزایش دادند. جنگجویان طالبان در 2 حمله تهاجمی اخیر در ولایت‌های تخار و نیمروز مجموعاً جان بیش از 70 سرباز دولتی را گرفتند.
و ده ها تن دیگر را زخمی یا اسیر کردند. این گروه در حالی به خشونت‌های خود ادامه می‌دهند که نیروهای امنیتی افغان در حالت دفاعی فعال قرار دارند و به جز از عملیات‌های پیشگیرانه دیگر هیچ عملیاتی را علیه طالبان راه اندازی نمی‌کنند. کاهش 12% در عواید کشور. وزارت مالیه کشور میگوید که از آغاز سال روان مالی تا کنون 135 میلیارد و 568 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری شده است که در مقایسه با سال گذشته 12% کاهش را نشان می‌دهد. سخنگوی این وزارت میگوید که از این جمله بیش از 59 میلیارد افغانی از گمرکات و بیش از 10 میلیارد افغانی دیگر از مصرفیت‌های ولایات به دست آمده است. به گفته سخنگوی وزارت مالیه بیش از 20 میلیارد افغانی از طریق منابع غیر مالیاتی و 18 میلیارد افغانی از مالیه دهندگان بزرگ و بیش از 11 میلیارد افغانی از مالیه دهندگان متوسط و 2.5 میلیارد افغانی از مالیه دهندگان کوچک جمع‌آوری شده است. سخنگوی وزارت مالیه همچنان میگوید 12 میلیارد و 700 میلیون افغانی از بخش‌های دیگر نیز جمع‌آوری شده است. این وزارت میگوید به دلیل گسترش ویروس کرونا و قرنطینه عواید در مقایسه با سال گذشته کاهش را نشان می‌دهد. شماری از کارمندان تصدی ملی محافظت عامه در واکنش به برکنار شدنشان از این اداره میگویند رهبری تصدی محافظت عامه به صورت غیر قانونی 80 تن از کارمندان این اداره را برکنار کرده و به جای آنان قصد دارند افراد دلخواهشان را استخدام کنند. آنان با برپایی نشست دادخواهانه خواهان تأمین عدالت شده و با صدور قطعنامه خواستار برگشتشان به این اداره هستند. اخیراً شماره از کارمندان تصدی ملی محافظت عامه از وظایفشان برکنار شدند. این کارمندان در یک نشست اعتراضی این عمل کرده مسئولان تصدی ملی محافظت عامه را غیر قانونی میگویند. به گفته آنان خوشحال سعادت رئیس عمومی تصدی محافظت عامه به بهانه غیر ضروری خواندن این بستها 80 تن از کارمندان این اداره را تنقیض اسمی کرده است. این معترضان مسئولان اداره تصدی محافظت عامه را متهم به تبعیض به قومگرایی کرده میگویند رئیس این اداره قصد دارد تا با این بهانه نزدیکان خودش را استخدام کند. بیشتر از 5 روز میشه که حق ما پامال شده در تصدی ملی محافظت عامه. بستای ما رو تنقیض کردن، بیشتر از 80 جون اینا با سرنوشتش بازی کردن، با تنقیض اسمی کردن تا دوباره اعضا و وابسته خودشان یا مو خویشاوندانشان دوباره بیارن شامل کنند. و ما خواستیم تا از طریق عدالت خواهی بیایم، ما صدای ما را به گوش منصوبین نهادهای زیرت برسانیم. ما کارمندان تصدی ملی محافظت عامه تنقیض نشدیم، در حالی که منفک شدیم. تنقیص از خود تعریف خاص خود دارد. تنقیص در صورت میشه لحاظ قانونی که اداره به کسری بودجه مواجه باشه، نتوانه مون نیازمندی های خود برآورده بسازه، بس تنقیص میکنه دیگه، او بس وجود نداره، در حالی که ما تنقیص اسمی شدیم. معترضان خواهان برگشت به کارشان هستند و از رهبری دولت و تصدی ملی محافظت عامه میخواهند که عدالت و شایسته سالاری را در نظر بگیرند. معترضان با صدور قطعنامه از رهبری دولت افغانستان و تصدی ملی محافظت عامه خواستند تا به اعتراضات بر حقشان گوش داده و به خواستشان لبیک بگویند. مایان جوانان عدالت خواهان تصدی ملی محافظت عامه حدود 80 نفر می باشیم که توسط خوشحال سعادت و قیس سرگند از تصدی ملی محافظت عامه خلاف اصول و قوانین اصلاحات اداری بدون تعیینات بسهای ما را تنقیص اسمی نمودند و بسهای مشابه را با تغییر اندک نام بس دوباره ایجاد نمودند و طی مکتوب رسمی مقام اداره گفتند که اشخاصی که بسهایشان تنقیص گردیده سر از تاریخ اول عقرب مستحق معاش نمی باشند. این در حالی است که بسهای ما تنقیص نگردیده دوباره با تغییر اندک نام بسهای متذکره ایجاد گردیده است. حدود 5 ماه پیش خوشحال سعادت بر بنیاد پیشنهاد وزارت امور داخله به حیث رئیس عمومی تصدی محافظت عامه این وزارت تعیین شد. شماره از کارمندان این اداره بارها خوشحال سعادت را متهم به برخورد تبعیض آمیز با کارمندان این اداره کرده است.
فتوای علمای دین بنگلادش مبنی بر حرام بودن جنگ در افغانستان. علمان و مفتیهای جمهوری بنگلادش در نشست دعوت به سوی صلح در افغانستان، جنگ جاری در این کشور را حرام خواندند. شرکت کنندگان این نشست از طرفهای جنگ افغانستان خواستند که به صدای مردم لبیک گفته آتش بس فوری و دائمی اعلام کنند. آنان از گفتگوهای جاری صلح قطر حمایت کرده و از طرفهای درگیر در جنگ افغانستان همچنان خواستند که برای پایان دادن به خشونت‌ها و اعتماد سازی میان دو طرف و خاطر کامیابی مذاکرات جاری صلح صادقانه تلاش کنند. در همین حال وزارت خارجه کشور از این اقدام علمای دین بنگلادش و فتوای آنان در مورد حرام خواندن جنگ افغانستان استقبال کرده و آن را گام مهم در راستای حمایت از روند صلح در کشور دانسته است. ۱۰۴ مورد جدید ابتلا به کووید 19 و جان باختن 4 تن دیگر. وزارت صحت عامه کشور اعلام کرده است که در یک شبانه روز گذشته 104 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا ثبت گردیده است و 4 تن دیگر از مبتلایان به این ویروس جان باختند. بر اساس اعلامیه این وزارت، در 24 ساعت گذشته 431 نمونه مشکوک به ویروس کرونا در سراسر کشور مورد آزمایش قرار گرفتند که نتایج 104 مورد آن مثبت تشخیص شده است. موارد جدید ابتلا به این ویروس شامل ولایت‌های کابل، هرات، قندهار، تخار، نمروز، غزنی، زابل و اروزگان می باشد. به این ترتیب شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 40,937 تن افزایش یافته و از این شمار به تعداد 1,518 تن دیگر جان باختند و 34,105 مریض دیگر بهبود یافتند. در ادامه نرخ ارز و گزارش وضعیت آب و هوا را ببینید. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول. یک پوند انگلیس 99 افغانی و 20 پول. یک یورو 90 افغانی و 20 پول. یک درهم امارات 20 افغانی و 85 پول. یک ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول. 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 476 افغانی. در خارج از کشور، آتش بس بشر دوستانه میان ارمنستان و آذربایجان در منطقه ناگورنو قره‌باغ به اجرا درآمده است. با آنکه درگیری به روز یکشنبه ادامه داشت، وزارت خارجه ایالات متحده و حکومت‌های ارمنستان و آذربایجان در بیانیه مشترک گفتند که دو طرف در زمینه آتش بس متحد هستند. این سومین بار است که پس از 4 هفته درگیری تلاش می شود که منازعه میان این دو کشور متوقف شود. بیانیه مشترک پس از آن نشر می شود که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده با وزیران خارجه ارمنستان و آذربایجان به روز جمعه در واشنگتن دیدار کرد. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در صفحه تویترش درباره توافق آتش بس نیز تبصره کرده است.
ترامپ نوشته است بن نیکول پاشونیان صدر اعظم ارمنستان و الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان که درباره رعایت آتش بس توافق کردند مبارک باد میگوید. رئیس جمهور آمریکا از پامپیو و تیمش به خاطر دستیابی به این توافق ستایش کرده است. جنگ میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه ناگورنوی قره‌باغ حدود یک ماه پیش آغاز شد. بر اساس گزارش ها در این جنگ دست کم 1000 تن کشته شدند. اندک بعد از برقراری آتش بس بشردوستانه تازه میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه ناگورنوی قره‌باغ، دو جانب یک دیگر را به نقض آن متهم کردند. اعتراضات وسیع ضد حکومتی در شهر کویته، ایالت بلوچستان پاکستان بر راه افتاد. یک اتحاد متشکل از 11 حزب مخالف در پاکستان به شمول مسلم لیگ و پیوپلز پارتی کمپاین را برای کنارگیری روی حکومت صدر اعظم عمران خان بر راه انداختند. رهبران ارشد این اتحاد احزاب مخالف در این ماه در دو شهر دیگر پاکستان نیز گرد همایی‌های وسیعی را به راه انداختند که بخشی از کمپاین برای کناره روی حکومت صدر اعظم عمران خان به سبب ناکامیش در برخورد با بحران اقتصادی آن کشور است. یک شنبه گذشته نیز احزاب مخالف حکومت پاکستان گرد همایی‌های وسیعی را در شهر کراچی بر راه انداخته و نارضایتیشان را با حکومت عمران خان که از سوی اردو حمایت می‌شود ابراز کردند. در حالی که گرد همایی روز گذشته در کویته جریان داشت، حداقل 3 تن در اثر یک انفجار در چند کیلومتری محل این گرد همایی کشته شدند. یک مقام پلیس در کویته گفته که در اثر انفجار بمب جاسازی شده در یک موتورسایکل در یکی از بازارهای شهر کویته 3 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. هند یک کشتی زیر دریایی به میانمار داد، اقدامی که تحلیلگران آن را تلاش دهلی جدید برای مقابله با نفوذ روزافزون چین در جنوب شرق آسیا عنوان کردند. سخنگوی وزارت خارجه هند گفته که همکاری در حوزه آبی بخشی از تعامل دهلی جدید با میانمار است. هند در اوایل ماه جاری اعلام کرده بود که کشتی زیردریایی خیش را به میانمار می دهد. این کشتی جنگی زیردریایی توانایی انجام مأموریت در عمق 300 متر را در زیر آب دارد. هند می خواهد با انجام این اقدام تعامل دفاعی خیش را با میانمار ایجاد کند که هدف آن محدود کردن حضور روزافزون چین در کشوری است که دروازه آن در آبهای بنگال باز می شود. آبراه استراتژی که در شمال شرق بحر هند موقعیت دارد. این در حالی است که چین 4 سال پیش به بنگلادش 2 کشتی زیردریایی داد و در بخش ایجاد پایگاه این کشتی ها را کمک می کند. هزاران معترض عراقی روز یکشنبه در سالگرد اعتراضات ضد حکومتی به سرکهای بغداد و همچنین چند شهر جنوب عراق آمدند و خواستار پایان دادن به ناکارآمدی و فسادهای گسترده در میان سیاستمداران این کشور شدند. نیروهای امنیتی با استفاده از موترهای آپاش و گاز اشکاور مانع عبور معترضان از حصارهای پل منتهی به ساختمان دولتی شدند. خبرگزاری ها نیز گزارش داده که معترضان با حضور در سرکهای پایتخت عراق و نیز شماری از شهرهای جنوبی شامل نجف، بصره و ناصریه بار دیگر خواسته های یک سال اخیر خود را فریاد زدند. بر اساس گزارش ها اعتراضات روز یکشنبه نسبت به پارسال که هزاران تن در بغداد و شهرهای جنوبی عراق به سرکها آمدند ملایمتر و با خشونت کمتر همراه بوده است. عراق از اکتبر سال 2019 صحنه اعتراضات گسترده مردمی و گاه خشونتبار علیه فساد دولتی، بیکاری، وضعیت بد خدمات عمومی و نفوذ احزاب سیاسی و گروه های شبه نظامی بوده است. در یک سال گذشته صدها معترض عراقی در پی ناآرامی‌های گسترده ضد دولتی کشته شدند. گزارش ها حاکی است که بیشتر این افراد بر اثر شلیک گلوله و گاز اشکاور توسط نیروهای امنیتی عراق جان باختند. بیننده های عزیز، به پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم از توجهتان. وقتتان بخیر.